عملکرد داوران از هفته 16 الی 27 بررسی کردیم و گفتیم که حالا پنالتی‌های دیده نشده تیم‌های پرسپولیس، سپاهان، استقلال به این صورت بودن و پنالتی‌های اشتباه بزنن. می‌خوام یه دوره روی صحبت‌های جلسه گذشتمون بکنیم و به یه آمار جدیدتری برسیم. در اسلاید بعدی هم که خب ما حالا در رابطه با اشتباهات داوران در فرایند مردود اعلام شدن گل یا فرایند دریافت گل و فرایند به ثمر رسیدن گل آماری رو بررسی کردیم که خب حالا با توجه به نمودار مشاهده می‌فرمایید که آلومینیوم عراق مثلا در فرایند به ثمر رسیدن گل با گلگوهر 3 تا گل زدن. این پروسه‌ای که گل به ثمر رسیده حالا اشتباه بوده، مثلا قبلش ممکنه که یه خطای اتفاق افتاده باشه یا یه پنالتی شده باشه که تبدیل به گل شده باشه. و بعد اومدیم اینو در آمار کلی، یعنی تصمیم غلط داوران رو بر علیه تیم‌ها و تاثیرگذار در نتیجه کلی بازی بررسی کردیم. ملاکمون چی بود آقای عبداللهی؟ این برای کل لیگه یا فقط نیم فصل دوم؟ اینا فعلا برای نیم فصل، برای هفته 16 تا 27. حالا ما کلیش هم بررسی میکنیم. ملاکمون چی بود اینجا؟ ما گفتیم که بله، به عنوان مثال یه پنالتی اگه برای یه تیم گرفته نشده 50% ممکنه گل به ثمر برسه، 50% ممکنه که گل به ثمر نرسه. اینه که ما الان روی نمودار عدد نیم داریم، 1 داریم و 1.5 داریم. حالا جناب کاظم‌زاده ببینید، ما الان در رابطه با اینکه چجوری این آمار رو در آوردیم، نظری که ما آوردیم اینجا برایند نظر کارشناسای داوریه. به عنوان مثال من حالا یه مثال میگم، در بازی پرسپولیس و فولاد صحنه بوده که روی دیابات اعتقاد داشتن یه سری از کارشناسا پنالتی هست، یه سری گفتن پنالتی نیست. به عنوان مثال ما سه تامون گفتیم، مثلا آقای زرگر، حقوردی، سلیمانی، عسکری، خسروی، مظفری و بنده، نظر برایند اینا رو جمع کردیم، مثلا 3 تا موافق داریم 4 تا مخالف. خب گفتیم بیشترها رو در نظر، من خودم موافق این بودم که پنالتی اتفاق نیفتاده به عنوان مثال، شاید یه عزیز دیگه موافق این بوده که پنالتی اتفاق افتاده. در بازی ملوان و تراکتور به عنوان مثال آقای خسروی، مظفری زاده، حقوردی، سلیمانی، جباری، رودنیر، مثلا 5 نفر از این عزیزان با پنالتی که اون داور گرفته برای تراکتور دقیقه آخر بله مخالف بودن، گفتن سیمولیشن بوده یا شبیه سازی بوده. یعنی میخوام بگم که اینا ملاک کار قرار گرفته. حالا ما تصمیمات غلط هم که بررسی کردیم، خب مثل رفسنجان تقریبا با 5 تا تصمیم غلط در هفته 16 تا 27 متضرر شده بودن از تصمیمات داوری. حالا ما این آمار رو یه مقدار کامل کردیم و اومدیم حالا بررسی کردیم در نیم فصل دوم و در نهایت آمار رو ما به صورت کلی اومدیم بررسی کردیم. حالا در نیم فصل دوم باز اگه حالا آماری که هست، بله به عنوان مثال باز مثل رفسنجان در فرایند دریافت گل 4 بار اشتباه براش شده. بله. و حالا اسلاید بعدی به عنوان مثال ما الان ببینید پرسپولیس 3 هفته آخر ما بهش اضافه کردیم، هفته 28 و 29 و 30 تا اون موقع 4 تا بود، پنالتی که مقابل پیکان اتفاق افتاد براش نگرفتن، یه دونه به آمار ما اضافه کرده، آمارش رو از عدد 4 آورده به عدد 5 رسونده. و حالا اومدیم این آمار رو در نتیجه کلی بازی در نیم فصل دوم که خب باز بررسی کردیم و اتفاقایی که افتادن، بازم حالا آماری که مشاهده می‌فرمایید تقریبا 3.5 تا پرسپولیس بوده، سپاهان و استقلال همون 3 تا و مثل رفسنجان هم تقریبا با 6.5 بازی. عرضم به خدمت شما که در قسمت بعدی ما حالا اومدیم مجموع چیزی 3.5 شده، اون بازی رو پرسپولیس با یه پنالتی دیگه یکیش برد دیگه، بس یعنی 3.5 بازی متضرر نشد، اون بازی رو برد، امتیازش رو گرفت. نه 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 جناب عبدالله، سوال خوبی هم فرمودید. ببینید ما بررسی کردیم، گفتیم که چه پنالتی اشتباه به ضررش اعلام شده، پنالتی‌های دیده نشده منظورمون بوده. این مسئله حتی نیم امتیاز داره بودم اون بازی به خصوص بله. پرسپولیس بود، مثلا گفتیم یه بازی استقلال پنالتی نگرفتم بازی رو برده بود، مثلا گفتیم این پنالتی دیده نشده روی صادقی ممکن بوده که گل بشه و ممکن بوده که گل نشه. حالا اومدیم اینا رو عمل کرده داورا رو در کل لیگ ما بررسی کردیم. خب پرسپولیس 7 تا پنالتی دیده نشده داشته، استقلال 14 تا پنالتی دیده نشده داشته. بله در کل لیگ بوده. این تصمیم غلط داوران علیه تیم ها و تاثیرگذار در نتیجه کلی بازی این بله این در نیم فصل دومه. حالا اگه ما اسلاید بعدی دوستان لطف بکنن، عملکرد داوران در کل لیگ به عنوان مثال
فکر میکنم اسلاید بعدی باشه. ما در کل لیگ برتر در دریافت گل باز مثل داوران در کل لیگ برتر همه جام مثل رفسنجان اوله. مثل رفسنجان اوله بله. مثلا باز 5 تا در دریافت داوری اشتباه داشتن داوران برای این تیم. اسلاید بعدی لطفا، که در رابطه با پنالتی های دیده نشده از جناب عبداللهیان ما بحثمون اینجاست. پنالتی مثلا اشتباه به ضرر تیم در کل لیگ و حالا موارد دیگه اش عرضم به خدمت شما که اینه. حالا ما اگه بخوایم بندازم بچه‌ها که بتونن ببیننم ما، حالا اگه بخوایم به صورت کلی اگه یه آمار 14 تا پنالتی دیده نشده برای استقلال. بله. حالا یه سوالی من همینجا بپرسم، استقلال فکر می‌کنم در حال حاضرم بیشترین تعداد پنالتی رو در لیگ داشته، یعنی 10 تا با پنالتی دیروز جلوی تراکتور 10 تا پنالتی براش گرفتن، 14 تا براش نگرفتن. یعنی استقلال تو لیگ امسال 24 تا پنالتی داشته. جناب کاظم زاده ببینید، آمارا که همیشه اعلام میشه یه تولرانسی داره که ممکنه که یه درصد خطایی حالا ما میگیم ممکنه داشته باشه. ببینید مثلا من در رابطه با پرسپولیس اعلام میکنم، پرسپولیس در بازی‌هایی نفت مسجد سلیمان، مثل کرمان، زباهم، فولاد، آلومینیوم، مثل رفسنجان، مثل کرمان، پیکان توش پنالتی داشت. توی اینها، توی این بازی‌ها پنالتی داشت. حالا در خیلی از این بازی‌ها بازی برده و ما امتیازاشو حالا در کلش حساب نکردیم. در یه بازی مثل بازی آلومینیوم سف سف کرد ولی دو تا پنالتی داشت نگرفت. پنالتی که روی ترابی بود ما حساب کردیم که اون پنالتی به نفع تیم باید اعلام می‌شده. در بازی فولاد همونطوری که خدمتتون گفتم یکیش باخت اگه می‌گرفتن گل می‌شد، یکی یک می‌شد. یک یک ضرر امتیازی. ضرر امتیازی. بیایم در رابطه با مثل رفسنجان حالا توضیح بدیم. مثل رفسنجان در بازی‌های گلگهر، آلومینیوم، صنعت نفت، تراکتور، پیکان، نساجی و حالا قسلا هازا پنالتی داشته. حالا در خیلی از اینا پنالتی که براش نگرفتن ممکن بوده که به ثمر برسونه و منتفع بشه از این قضیه. حالا به صورت کلی چیزی که ما بررسی کردیم در رابطه با روند لیگ و میتونیم اینا تو هفته‌های آینده بحث بکنیم اینه که دو تا تیم که حالا مثل رفسنجان و استقلال در پنالتی‌هایی که براشون در امتیازایی که توی لیگ دست دادن طبق آمارایی که حالا ما گرفتیم بالای 10 امتیاز بودن. دقیقش رو باز حالا ما توی برنامه آینده حتما اعلام می‌کنیم. و حالا ما چون سه تا تیم اول جدول رو داریم میگیم و تیمی که حالا بیشترین امتیاز رو دست داده